هم اینجاییم سریع بریم جلو. یه برنامه دارم به اسم جنی موشن. جنی موشن شبیه ساز در واقع چی بهش میگن؟ شبیه ساز اندروید. توش میتونی دیوایس اندروید تعریف کنی، اضافه کنی، یه سری فرمور اینا دانلود میکنه و میتونه مثل یه ویرچوال ماشینه که در واقع براتون یه دیوایس اندرویدی ران میکنه. میتونید توش کارهای هر کاری تو اندروید میکنین اونجا هم بکنین. منتهی میگه خیلی وقت رانش نکردی، میگم فدای سلام. APK درست کردم ولی یه اشکال فنی داشت و APK درست کار نمیکرد، چون توش نمیتونستیم رو این لینک ها کلیک کنیم. این اشکال دیده شده و مرسومیه. این در واقع شد ویرچوال ماشینمون. چیکار کردم؟ اشکالی که وجود داشتیم بود که بذاریم برم توی CD client Ionic serve --lab can't find Ionic Arena. یه دست کنم باید اینجا برم، در واقع این رو ران میکنم، سرف میکنه سیستمم رو. توی تنظیمات خروج، چرا اولا چیزمون درست نمیاد؟ CSSمون بعدا تست میکنیم. اینجا که من کلیک میکنم اینجا باز میشه میره، ولی توی اندروید اجازه نمیده من براوزر ران کنم به این راحتی ها. در واقع وقتی آیونیکه من یه دسترسی خاص میخوام، پس سرچ میکنم آیونیک external link opening براوزر مثلا. در واقع اشکال خیلی مرسومه، چون همه این رو میدن ولی هیچ کی نمیبینه. نتیجه همینه. یه پلاگین کوردوواست که میگه این پلاگین رو نصب کنین و بعد اینجوری صدا بزنین لینکاتون رو. مشکل این بود که در واقع این لینک روش کسی نمیتونست کلیک کنه، آبی بود، ولی وقتی کلیک میکردی براوزر باز نمیکرد. من باید بگم که دسترسی این کار رو دارم، پس میام توی ترمینالم میگم که کوردوا این رو نصب کن به عنوان یه چیزان توی آیونیک. منم دو قسمتش کردم، CW بستون کلاینتس، بستون کلاینتس چی بودیم؟ آیونیک بستون. و اینجا در واقع میگم اون پلاگین رو برام نصب کن. یه پلاگین کوردوواست، با خستگی نصب میشه احتمالاً. آره، تا اون داره نصب میشه من میام اینم دیگه باید چیکار کنم. میگه که هر لینکی که میخوای صدا بزنی رو در واقع بگو آن کلیکش، وقتی روش کلیک شد این کارو بکن. کپی اوکی، آن کلیکش این کارو بکن. این نصب شد، یعنی من الان باید برم توی پروژم در بخش آیونیکم. آیونیکم اینجا بود یادتونه، توی تمپلیتاش که کجاش بود؟ اینجاش بود. توی تب کانفیگ که لینک به بیرون دادم، به جای اینکه بگم href مساوی این، بگم که یه ای دارم، حالا هر چی دارم دیگه فرقی نمیکنه، اسپم دارم، اسپند دارم، هر چیزی که دارم که روش میشه آن کلیک تعریف کرد، من همون ایو نگه داشتم. اوپن ویندو کن، اگر کسی روش کلیک کرد بستون دات آی آر رو. خب جای دیگه ای لینک داشتم، باتن خروج داخلی اینا همش، آره اباوت هم که نداشتم فعلا، در واقع الان به نظرم کافیه. بذارین یه نگاهی اینجا بندازیم ببینیم درست شده یا نه. این رو هم که نمیخوایم، بیایم اینجا. اینجا حداقل در این لولش که درسته، آن کلیکش این اتفاق میفته، یه براوزر باز میکنه که اینو میاره و ورود و اینا هم که داره حتما. ورود احتمالا این به لوکال وصله ها، اینم باید زود حلش کنیم چون پر درد سر میشه. میگه که استوریج من اینه و توکنم مساوی استوریج گت آیتم توکنه. اوکی، بستون یو آر ال هم گت آیتم بستون یو آر ال. اوکی، دیفالت هم اگر تعریف نشده بود روی بستون آی آره. خیلی هم خوبه.
من اینو سیف میکنم. حالا بیان یه دونه APK بسازیم. اینجا من تو بخش نوت هم این رو هم همیشه دارم. ساختنش که آسونه، کوردوا بیلد برای ریلیز اندروید. کوردوا بیلد برای ریلیز اندروید یه APK به من بده. من میام این گوشه، باید اون پایین نگاه کنم، همینجا میمونم. دبا کوردوا به من یه فایل APK میده که اینه. این APK ساین نشده، بعد ساینش کنم. دستورش از اینجا کپی پیست میکنم. کافیه در واقع راهنمای اول کوردوا رو که میخونین آموزش میده که بعد چجوری این کارو بکنین. میده پسورد کلیدتو بزن. میزنم. حل. من واسه خودم درست کردم که تو این پروژه کپیش کنم توی تمپ بستون APK. کنترل بی اچ سی دی تمپ انتر بی سی پی دو نقطه او سی پی بستون APK رو توی بی سی پی بی ال اس به همین قشنگ. در واقع اینجا من یه دونه فایل دارم. حالا میتونم برم توی اون جنی موشنم، این رو بندازم این تو، در واقع ران شد. میگه که اگه میخوان یوزرنیم پسورد بگیریم بریم به سایت بستون. روش که کلیک میکنم واقعا بستون دات آی آر رو باز میکنه و من میتونم توش برای خودم اکانت تعریف کنم. خب لاگینم کردم و همه چیز وضعیت خوبه، میتونید نمای کلی زندگی منم ببینید. فقط راست به چپش قاطی شده که الان نگاه میکنیم چرا اینجوری شده. بعد در واقع یه بیلد آیونیکی میکردم، الان این کار رو انجام میدم. خب آره 5 میلیون تومان قرض کردم از 4 سرش لپتاپم. پول چرا چی در نیوردیم؟ 360 تومن پول داده بردم. خسته نباشم. همیشه میپرسیم حقوق چقدره؟ ببینیم وضع چجوری. حتی آخر ماه داریم میرسیم. به زودی حقوق رو میفهمیم. آره. خب من الان این رو در واقع میام تو هوم، میرم سعی میکنم اون مشکل چیز رو حل کنم. CSS شو. فقط من الان چیکار کردم؟ تو آیونیکم هم باگ رو حذف کردم. CSS هم جزء همین کامیت میزنیم. خب بذار برم تو اتم ببینم ماجرای CSS چیه. من در واقع توی آیونیکم یه CSS داشتم. میام اینجا این رو به جای لب بذاریم با اون یکی ران کنم. کار بهتریه برای من با سواد خودم. آیونیک لب وبی میبینیمش. در واقع ببینم CSSش رو از کجا میخواد لود کنه که نمیتونه. از اینجا میخواد لود کنه که اینو میتونه. CSS من رو کوردوا اینه در واقع. کمپایل CSS آوتپوت، در واقع همون کار درستی که دوستمون کرده بود رو من باید انجام بدم. میام توی اینجا توی پول ریکوستا تو قسمت قبلی زده بودم کلوزدا کوش سی تا کلوز داشتیم. جاوید فکر کنم یک بحث مهمی داشتش. بذار ببینم جاوید کجاست. جاوید نداری؟ معمل مجتبا جاویدان اینجوریه. ببینید یه بحثی داشتیم قسمت قبلی در موردش حرف زدم که باید چجوری لود کنیم CSS همون رو. من خب مستقیم تو CSS نوشته بودم که دوستان تو بحث میگن کار اشتباهیه برای کوردوا و آیونیک و روش درستش اینه که در واقع من تو یکی از مکانیزم های استاندارد بنویسم و از اونجا کالش کنم. میخوام پیداش کنم میگم کجا بحث شده بودن این هاش. میگن فونتشون اینجوریه بابسیلون یا چنین کسی، شاید هم یه چیزی که باشه مثلا بابس آیلند باشه یا هر چیزی. یه سوالی پرسیده که من اشتباه بهش جواب بدم، بعد خودش هم میده ماجرا چیه. جاوید اومده گفته من آیونیکی حلش میکنم تو ساس، یعنی به جای اینکه CSS رو مستقیم دست بزنه تو فایل ساس دست میزنه و اونجا در واقع کمپایل میشه یه جا که روش بسیار درست تریه. بابسیلن به یه روش دیگه حلش کرده بود. یه دوتایش هم روش های خوبیه. در نهایت من تصمیم گرفتم با همین روش جاوید برم. پس با این ادعا من الان این کجاست؟ این اونجاست. من هم میام در واقع اینجا میگم که CSS رو درست کن.
You have a specified Ionic client, however, you do not have Gulp installed. میگه در واقع تو داری از Gulp استفاده میکنی، درنش باید نصبش کنی npm install-g Gulp. خب فرصت داریم در مورد Gulp حرف بزنیم یا نه؟ Gulp، Gulp هم بهش میگن ولی Gulp یه مکانیزمیه برای اینکه من بتونم اجزای مختلف کارم رو که مثلا وقتی من دارم به برنامه رسم میکنم کارهای مختلفی میکنم، همین میرم سطحش رو درست میکنم، یه سری چیزهای دیگه جاوا اسکریپت هامو کوچیک میکنم و تیپ کارهای اینجوری، من اونجا میتونم همشون رو با یه چنین ابزاری اتومیت کنم. در واقع میام اینجا گالپ نصب شده، میگه پس حالا یه بار دیگه ستاپ کن سس رو، در واقع میره گالپ میکنه پروژه رو، اون سس و اینا رو عمر صدا میزنه، ازشون سی اس اس هایی که لازمه رو درست میکنه یا جاوا اسکریپت ها رو جمع جور میکنه یا هر کاری که حالا بعد تنظیمات بهش گفته باشین باید بکنه. در واقع این تیپ ابزارها خیلی به برنامه‌نویسی حرفه‌ای کمک میکنن. من میگه در واقع رفتم این گالپ فایل تو خوندم، کارهایی که باید رو کردم. به من میگه که این فایل ها عوض شدن. ببین دقیقاً آیونیک اپ سی اس اس هم مین سی اس اس اش و این جور چیزاش تغییر کرد. بریم یه نگاه بندازیم ببینیم باعث شده صاف بشه یا رو یا نه. توی تب کانفیگ فونت درست شده ولی راست به چپ هم درست نشده. من باید برم اینو توی سس هم درست کنم. سس هم بلد نیستیم ولی آیا ترس داره؟ نه. کامپیوتر دیگه. بریم ببینیم سس چی میشه. سس چی میگه؟ پروژه من اینجاست، Ionic App SCSS اینجاست، نیم SCSS سس های من کجان؟ Resources مثلا Resources نیم اینم اکس مکس ها من بذاریم مثل آدم بریم Ionic درسته؟ بستون اینه تو پلتفرم اندروید اوکیه، تو کار کوردووا resources باید اینجا باشه منطقا، نمیم کجاست بریم الان پیداش میکنیم، اصلا نترسید. میایم اینجا، در واقع میگه من کاری که کردم چی بود؟ خب starting sass بذاریم این رو ببینیم، less کن این رو پروفایل جی اس، میگه که هرچی فایل اس سی اس اس پیدا کردی، نمیگه دقیقا کجاست. Ionic App اس سی اس اس اینا رو بیا برم بچسب. خب با میکنم برم یه سرچ بزرگ توی پروژمون بکنیم به دنبال وزیر، ببینیم وزیر کجاست، میتونیم کارهای دیگه هم بکنیم. همونجور که میدونیم من هیچ تخصصی در فرانت اند ندارم ولی جرأت هم زیاده، شما هم باید اینجوری باشید، تخصص داشته باشین خوبه، جرأتتون هم زیاد باشه خوبه. خب یه بار دیگه میگردیم ببینیم همینجوری مدل الکی گشتن پیداش میکنیم اون فایلی که اینجاست که. خب چیکار کرده؟ Ionic Font Path مساوی این در واقع سس، حداقل با تعریفی که من خیلی بلدم ننوشته. چرا؟ خب ما میگردیم تو سس، من چجوری میتونم بادیمو RTL کنم؟ چون من بادیمو که RTL میکردم درست میشد. در واقع من این رو اگر اینسپکت کنم یه جایی رو RTL میکردم، کجا بود؟ در رده بالاتر مثلا بگم توی دیپ اسکرول که نبود، یون کانتنت رو من میگفتم بهش یه direction RTL بده. مشکلات من تا یه حد زیادی حل میشد. مارجین هم میدادم چی میشد؟ مارجین 10 پیکسل. یه گل میزنیم به دیزاین استاندارد. فعلا میچسبونمش به اینجا. مارجین رایت بود دیگه. مارجین رایت 10 پیکسل مثلا. که میشد اون ته نچسبه. و مارجین لفت هم 10 پیکسل. ممکنه خیلی از نظر کسایی که CSS بلدن گند زده باشن. خب بذار یه سرچ سریع بکنیم. بگیم sass direction of a class. ببینیم چه جوری انجام میشه. sass helper classes. sass spacing.
منیج ویت ساس، این واسه من خوبه. بذاریم ببینیم این چی گفته. The problem. اوکی. ساس میگه مین سایت. The layout این چی دیگه. احتمالا همچین چیزیه دیگه، به همین سادگیه. خب بذاریم یه تلاشی بکنیم ببینیم چی کار میکنیم. من در واقع اینجا بهش میگم که یون کانتنت این شکلی بود. نه یون کانتنت دایرکشن RTL. خیلی معذرت میخوام از خدایگان CSS که دست تو کارشون دخالت میکنیم، ولی در نهایت کامپیوتر همینه. خب من میگم یه بار دیگه اینو استفاده کن، ستاپ کن ساس هم رو، یه سری چیز میزه جایی درست کرد که اگر من بیام اینجا دایرکشن هم RTL شده، به همین سادگی. حالا در واقع من بعدن ویدیویی که قطع کردم میرم میخونم که جزئیات ساس چجوری کار میکنه، اون یه بحث دیگه است که خوبه که اینو یاد بگیریم، ولی ترس نداره که من نمیشم رو پروژه کار کنم چون رسیدم سر ساس و من ساس بلد نیستم. خب من فقط اینجا احتمالاً میتونم چند تا چیز خوب دیگه هم بنویسم دیگه، من فقط نمیدونم که اینو بازم باید چه جوری با خوبی از هم جدا کنیم، یعنی مثلا اینو باید کاما بذارم یا نه. direction RTL margin right 10 پیکسل margin left هم 10 پیکسل، چون تو موبایل این خیلی میچسبه به بغل. ببینیم این کار میکنه. ما حالا دیگه حدن بیت بازی رو به نهایت رسوندیم. تنها نکته مهم همینه که من این را قطع کردم، میرم یه توتوریال ساس میخونم که احتمالاً بیشتر از نیم ساعت یه ساعت ماکسیموم طول نمیکشه. خب اپ مین ببینیم مثلا مارجین، چون مین کرده خیلی راحت نمیشه خوندش، ولی به هر حال چیز خوبی. این احتمالا اینجوری نوشته نمیشه، اگه دو تا بخوایم لابد یه علامت دیگه بینشه مثل این. خب این هم امتحان میکنیم، اگر نشد کلن بیخیال مارجینا میشیم، اما کاری که بلدیم تا اینجا رو بلدیم که تونستیم حدس بزنیم رو انجام میدیم، بعد میریم ساس میخونیم یاد میگیریم. کی فکر میکرد من باعث بشه که ساس یاد بگیرم؟ همیشه مقاومت کرده بودیم، ولی همونجوری که امیر صدیقی گفت خیلی حرفش خوب بود که میگفت اح و اوه نکنین که نمیدونم من قهرمان پی اچ پی ام جاوا اسکریپت یاد نمیگیرم، من جاوا کارم پایتون یاد نمیگیرم، من فرانت اند کارم بک اندو دست نمیزنم اصلا، من فرانت اندم بک اند بلد نیستم و همه چیز دیگه. در واقع هر چی لازمه رو خورد خورد یاد بگیرین، کارتون راه بیفته. الکی به همه چی دست نزنین البته، خیلی کار خطرناکه. خب آره این فاصله هم درست شد. فعلا خوش باشین و خرم. نه ما یه کار مهم دیگه داریم، ما بعد یک بار دیگه حالا که درست شده اون رو درست کردیم، در واقع یک بار دیگه بیلد میکنیم برای کوردووا. در واقع من یه APK جدید میگیرم، توی نوتا من همیشه چیزهای خیلی مهم رو مینویسم که بی درد سر سراغشون برم، بعد امضاش میکنیم. در واقع این مراحل بسیار بسیار ساده تو سایت کوردووا گفته یا سایت آیونیک یا هر جای دیگه که بریم، و بعد هم کپیش میکنیم توی بستون APK. یه سری دوستان تذکر دادن که باید اسمش درست بشه، ورژن درست بشه. قدم به قدم همه این کارها رو میکنیم، اصلا نگران نباشین. حداقل تا جایی که بلد بودیم بقیهش رو هم دوستامون بهمون کمک میکنن. CP2 بستون APK رو اینجا کپی میکنیم، میریم تو امولاتور اندرویدمون، میریم اینجا. در واقع من این فایل رو کافیه تو کافه بازار یا هر جای دیگه آپلود کنم. برنامه هم درست شد، راست به چپ شد، اینجا هم فونتش درسته، همه چیز به نظر فوق‌العاده میاد. درآمد و خرجی هم نداشتم براتون فعلا بزنم. خوش باشین و خندون. در مراحل بعدی خیلی زود فکر کنم الان من برم سراغ این تو دو نوشته بودم آهان لاک. آره یه خود کار فرانت اندی بکنیم.
خرج های قبلی رو باید اینجا بنویسم، این یه مرحله است، حداقل 10 تا خرج قبلی رو مثلا اینجا بنویسم و تو مرحله بهترش امکان ادیت بدم. یه بار به جای 13000 تومان زدم 13 تومان فکر کنم توی هزینه هام یا 130 تومان یه چیزی اینجوری. آره خوش باشینا خندم.